هنگامی که جانف کندی پشت به دیوار برلین برای اهالی غربی این شهر دوپاره شده علیه پیشرفت‌های اقتصادی کمونیسم رجز می‌خوند، کمی آن طرفدار و در ایستگاه فرتریش مأمور گرباچوف از قطار پیاده می‌شد تا ترها و نقشه‌های تانک لوپارد یک آلمان غربی رو به دست سرویس مخفی اشتازی در آن سوی دیوار برسونه. اسنادی با ارزش که بلافاصله به مسکو ارسال شدند و سالها پیش از آن که سیاستمداری به نام میخائیل گورباچوف به شهرت برسه نام رمز این جاسوس بینامونشان در کاخ کرملین تنین انداز شد و گرباچوف که در برلین غربی با نام واقعی خود یعنی هانس رهدر شناخته می شد، یک فیزیکدان و مهندس برجسته بود که در کارخانه تلفونکن و آیک فعالیت می کرد. مردی که در سال 1931 به عضویت حزب ناسیونال سوسیال در آمده بود از جنگ جهانی دوم و خدمت در ارتش هیتلر جان سالم به در برده و حالا در میانه دهه 1950 زیر بار مشکلات مالی با همسر و چهار فرزند خود در آلمان غربی روزگار می رهدر از سال 1957 به امید کسب درآمد بیشتر با افرادی از دولت آلمان شرقی به عنوان مشاور همکاری می کرد. اما بعد از دو سال متوجه شد که در حال جاسوسی برای سرویس اشتازی بوده. در ابتدای سال 1956 کمیته مرکزی حزب کمونیسم به اشتازی دستور داده برای حمایت از اقتصاد و تحقیق و توسعه تأسیسات تحصیح کشورهای بلوک شرق به تمام منابع ممکن دسترسی پیدا کنه. اواخر همون سال در مدرک فوق محرمانه دیگه ای اشتازی جزئیات مأموریت رو برای افسران خود شر میده. دستیابی به حجم فزاینده از اطلاعات و اسناد علمی و فنی از آلمان غربی و دیگر کشورهای کاپیتالیستی اشتازی تمام شرکت های غربی رو زیر چتر اطلاعاتی خود قرار داد و هر یک از افسران خود رو مسئول ارتباطگیری با سوژه هایی از درون این شرکت کرده. جاسوسی صنعتی آلمان شرقی در واقع پاسخی بود به سیاست های مهار اقتصادی بلوک غرب. تحریم های اقتصادی به رهبری آمریکا علیه بلوک شرق اندکی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و به تدریج از حوزه تسلیحات و فناوری نظامی فراتر رفته و فهرست گسترده تری از تکنولوژی ها و صنایع رو شامل میشد. جاسوسی صنعتی در طول تاریخ همواره یک مسیر فراگیر برای انتقال تکنولوژی بوده. جاسوسی صنعتی در اشتازی تحت هدایت واحد اطلاعات خارجی ای انجام می گرفت. این واحد در سال 1951 تأسیس شد و تا سال 1986 به رهبری جاسوس مشهور و مرد بدون چهره آلمان شرقی یعنی مارکوس وولف فعالیت می کرد. بخش علوم و فناوری این سازمان از سه بخش تخصصی کسب اطلاعات در زمینه های انرژی، زیست و شیمی، الکترونیک و مهندسی برق و ماشین سازی و کالاهای تحریمی تشکیل میشد. واحد اطلاعات خارجی اشتازی برای جمع اطلاعات علمی و صنعتی از شبکه گسترده ای از خبرچینان در غرب بهره برد. مرز باز با آلمان غربی تا پیش از ساخت دیوار در سال 1961 به اشتازی اجازه داد تا شبکه اطلاعاتی خود را در غرب گسترش بده پس از احداث دیوار برلین و نظارت های سختگیرانه بر عبور و مرور افراد جذب سیستماتیک خبرچین های جدید در آلمان غربی به ویژه در دانشگاه ها نقشی برجسته تری ایفا کرد این خبرچین ها لزوما رؤسا یا افراد کلیدی سازمان ها و صنایع نبودند بلکه اکثر آنها کارمندان مرد حقوق بگیر عمدتا مهندس و تحصیل کرده بودند مانند مهندس دیتر فورشتاین با نام رمز پیترمن در کارخانه صنایع هوایی ام آلمان غربی پیتر آلوارد با نام رمز آلفرد در کارخانجات آیگو تلفونکن و پیتر کوهلر با نام رمز شولز که برای صنایع تگزاس کار میکرد اشتازی برای اطلاعات سرقت شده توسط جاسوسانی همچون گرباچوف مسیر مشخصی تعریف کرده بود پس از تحمیل مدارک به افسر رابط اداره ارزیابی اشتازی ضمن ارزشگذاری اسناد و تعیین درجه اهمیت به خونساسازی سابقه و پاک کردن رد منابع میپرداخت آنچه به دست کارخانجات و صنایع آلمان شرقی می رسید به ظاهر اطلاعات و طرحهای پیشنهادی دولت بود و نه اسناد سرقت شده از رقبای غربی گورباچوف طرحهای اولیه نقشه ها اسناد علمی و گزارش های فنی دو کارخانه اصلی آلمان غربی یعنی تلفنکن و آیگ رو به دست مموران اشتازی می رسوند. در سالهای 1957 تا 59 او مدیر بخش فرستنده های کوچک تلفن کم بود و اطلاعات مربوط به رادیوها و فرستنده ها رو به آلمان شرقی منتقل می پس از اون و تا زمان بازنشستگی در 1977 به دپارتمان اتوماسیون آیگ منتقل شد و در تمام این مدت کلید آرشیو اسناد کارخانه را در اختیار داشت. چیزی نگذشت که گورباچوف به جاسوس صنعتی محبوب اشتازی تبدیل شد چرا که تنها در یک سال ابتدای فعالیت او مجموع ارزش اسناد منتقل شده به بیش از یک میلیون مارک رسیده بود اشتازی روی سوژه ارزشمندی سرمایه بزاری کرده و در یک پروسه بلند مدت هانس رهدر محافظه کار و مردد سال 1959 رو به معمور گورباچوف ثابت قدم و جدی تبدیل کرده بود مردی که در آلمان غربی تنها مهندس و کارمندی ساده بود در سوی دیوار به عنوان قهرمان بینامونشان ملی شناخته می شد. با چندین مدال شجاعت و تقدیرنامه هایی از مقامات بلندپایه دولت آلمان شرقی یکی از عملیات‌های موفق در کارنامه گورباچوف سرقت اسناد مربوط به تراحیه رایانه‌های IBM 360 بود. اسنادی که در سال 1972 توسط اداره ارزیابی اشتازی به عنوان اسناد استراتژیک و به شدت با ارزش برای صنعت تحلیل اطلاعات درجه بندی شد و همزمان با خرید و انتقال 12 دستگاه نمونه فرایند مهندسی مکبوس این کامپیوترها با همکاری شوروی آغاز و یک سال بعد شرکت روباتورن آلمان شرقی رایانه یعنی ریاد یک رو به بازار عرضه کرد یافتههای پژوهشی بر اساس اسناد اشتازی که توسط موسسه مطالعات اقتصادی مونیخ منتشر شده نشون میده میانگین شکاف نرخ بهرهوری یا TFP میان اقتصاد آلمان شرقی و غربی در سال 1989 به 189 درصد رسیده بود شاخصی با اهمیت در بررسی وضعیت اقتصادی کشورها که از تقسیم تولیدات بر میانگین نیروی کار و سرمایه به دست میاد و در غیاب جاسوسی صنعتی در اون دوران این فاصله میتونست بیش از 195 درصد باشه محققان در این پژوهش تاکید میکنن که جاسوسی صنعتی برای پیشگیری از ایجاد شکاف عمیق و بحران ساز در زمینه تکنولوژی و صنعت امری حیاتی بوده این در حالیه که در ادبیات تخصصی و حتی عامه در حوزه صنعت همزمان که به تحقیق و توسعه نوآوری نبوخ و عوامل اقتصادی بها به داده میشه در مقابل پدیده بااهمیتی همچون جاسوسی صنعتی همواره در مقابلش سکوت شده از طرفی برخی محققان با مطالعه دوران جنگ سرد بر این باورند که ماهیت مخفیانه جاسوسی با سراحت مورد نیاز برای توسعه علمی و نوآوری در تضاد شکی نیست که آلمان شرقی در زمینه جاسوسی صنعتی درخشان عمل کرده اما متاسفانه توانایی در جاسوسی صنعتی لزوما با افزایش توان علمی نسبت مستقیمی نداره گرباچوف یک بار خطاب به افسر مسئول خود میگه من به شما اطلاعات بهترین تکنولوژی های روز رو میدم پس چرا نمیتونید از اونها استفاده کنید ماجرای واحد اطلاعات خارجی اشتازی با دستگیری و محاکمه 253 شهروند آلمان غربی و 23 شهروند آلمان شرقی از میان بیش از 7000 پرونده به پایان رسید مأمور گورباچوف جز این افراد نبود چرا که در سال 1985 یعنی پنج سال پیش از اون که سوت پایان برای جاسوسان صنعتی اشتازی به صدا در بیاد از دنیا رفته بود او به مدت 28 سال با اشتازی همکاری میکرد و اسناد محرمانه صنعتی رو در اختیار آلمان شرقی میذاشت تا امروز تقریبا هیچ آژانس اطلاعاتی نتونسته همانند اشتازی جاسوسی صنعتی رو به ابزاری موثر برای خود تبدیل کنه و پرونده مأمور گورباچوف یکی از محدود پرونده های جاسوسی صنعتی دوران جنگ سرد که اسناد اون توسط اشتازی از بین نرفته بود در نهم نوامبر 1989 شهروندان برلین غربی و شرقی با کلنگ و تیشه به جان دیوار 28 ساله شهرشون افتاده بودند و کمتر از دو سال بعد اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشید. جنگ سرد ظاهرا پایان یافته بود و دیگر خبری از بلوک شرق و غرب نبود اما رقابت اقتصادی کشورها و ابر شرکتها بر خلاف دیوار برلین مستحکم و پابرجا باقی موند و جاسوسی صنعتی نیز همچنان ابزار محبوب تمام دولتها بود هرچند هزینه ها و پیچیدگی های جاسوسی صنعتی در سالهای اخیر احتمالا در پی انقلاب دیجیتال کاهش یافته اما به دلیل شکلگیری بازارهای بین‌المللی یکپارچه و دسترسی آسان به ایده های جدید فناوری از طریق کانالهای قانونی، مزایای جاسوسی صنعتی قابل مقایسه با دوران آن در طول جنگ سرد نیست. اما همچنان اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جاسوسی صنعتی و به عنوان یک تهدید جدی و روبروش برای اقتصاد خود می‌بینند و اهمیت و نقش جاسوسی صنعتی در اقتصاد، سیاست و امنیت کشورها با گذشت زمان افزایش یافته. طبق آمارهای رسمی جاسوسی صنعتی سالانه 19 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا و 12 میلیارد یورو برای اقتصاد آلمان هزینه داره کشورهای نظیر ژاپن که برخلاف آلمان شرقی از پایههای اقتصادی قدرتمند و رتبه علمی بالایی بهره میبرند جاسوسی صنعتی را هوشمندانه به عنوان ابزاری فری به کار گرفتند ایالات متحده ای آمریکا نیز در همین دهه اخیر به دلیل استفاده از سامانه امنیتی اشلون برای اهداف جاسوسی صنعتی توسط اتحادیه اروپا تحت فشار بود علم به دست اومده از جاسوسی صنعتی لزوما محکوم به شکست نیست تاریخ سرشار از نمونه‌های موفق کشورها که با جاسوسی صنعتی تکنولوژی خارجی رو به دست آورده و سپس اون رو توسعه دادن اما بدون شک این دوران جنگ سرد بود که بازار جاسوسان صنعتی در اون رونق داشت در اوج رقابت دیوانوار بلوک غرب و شرق در زمینه صنعت علم و فناوری جاسوسی صنعتی به ابزار اصلی توسعه اقتصادی تبدیل شده بود یعنی درست زمانی که پیشگام بودن در ساخت یک چیپ میکروالکترونیک یک مگابیتی با فرود انسان روی ماه برابری میکرد و گرمای خانه های اروپایی در بحران نفتی دهه 1970 به جاسوسی صنعتی شوروی و خط لوله انتقال گاز سیبری وابسته بود برای تهیه محتوای این برنامه از محتوای مجموعه مستند جاسوسان سنتی بهره گرفته شده و برای تماشای این مجموعه میتونید به آرشیو تلویبیون مراجعه کنید